سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه بکری یا نانوایی. من رضا هاشمی میخوایم امروز براتون در این آشپزخانه یک نان سوپی تیار کنم به همراه یک سوپ از جو. خب دوستای عزیز، مواد لازمه رو براتون در معرفی میگیرم: روغن، شیر، آرد، بوره، بیکینگ پودر، مسکه، تخم و خمیر مایه. از این مواد برای جور کردن یک نان کار میگیریم و برای دیزاین رویشی از سیاه دانه و کنجد کار خواهیم گرفت و یک سوپ تیار میکنیم از قیماق، جو، گشنیز و شبیت. یخنی مرغ هم برای مزه‌دار کردنش کار خواهیم گرفت. خب دوستای عزیز، در اول کار من احتیاج دارم که یک خمیر تیار کنم. یک مقدار از شیری که داریم داخل ظرف میپرتیم. میمونیم که شیرمون گرم شود. تا شیر گرم شود یک مقدار خیلی کمی نمک علاوه میکنیم. از مسکه‌ای که داریم داخل شیرمون میپرتیم. دوستای عزیز، شیر ما گرم شد. حال وقتش هست که یک مقدار آرد و یک مقدار روغن علاوه کنیم. در نخست یک پیمانه آرد اضافه میکنم. از بیکینگ پودر و خمیر مایه. بوره نانمون بسیار کم است، نیم پیمانه کافی است. این به خاطر ایست که ما این نان رو احتیاج نداریم زیاد شیرین باشه. بوره رو فقط به خاطر رنگ نانمون علاوه میکنیم. یک مقدار دیگه آرد علاوه میکنیم. وقت اضافه کردن آرد خوش کنید که خیلی نپرتید، خمیرتون زیاد سخت نیاید. نان سوپ ما اگر یک مقداری نمکی یا شورمزه اگر بود مشکل نداره، چون با سوپ خورده میشه. یک مقدار دیگه آرد علاوه میکنیم. دوست عزیز، حالا وقتش هست که یک دانه تخمی که داشتیم زرده تخم داخل خمیرمون میپرتیم. سفیدی رو نگاه میکنیم. با یک مقدار از گشنیزی که داشتیم توتای بسیار خرد.
تا اینجای کار از تمام موادی که برای داخل خمیر احتیاج داشتیم کار گرفتیم. خمیرمون رو خوب مشت میکنیم. باید که شیبیت کاملا داخل خمیر ما میکس شد. خب دوستای عزیز، شیبیتی که داشتیم کاملا با خمیر ما میکس شده. شما اگه دوست داشته باشید میتونید که از زیره، تخم گشنیز و یا هر ترکاری دیگه‌ای که دوست داشتید داخلش بپرتید. دوست عزیز، تا اینجای کار خمیر ما تیار است. خمیرمون رو یک جای گرم میمانیم کنار داشمون تا خمیر ما برسه. داش خود رو تنظیم میکنیم. تا خمیر ما برسه یک وقفه کوتاه میگیریم. خیلی زود بر میگردیم. با ما باشید و جای نروید. خب دوست عزیز، دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه. در این فرصت خمیر ما رسیده. یک مقدار آرد روی تخته کار خوب میپرتیم. خمیری که داریم در پنج قسمت تقسیم میکنیم. یک دونه پتوس کیک پزی برمیدارم و یک مقدار زیرش چرب میکنیم. زوله های خمیر خوده با دست خب دوست عزیز، با دست خمیرهای خوده باریک باریک حلقه میکنیم. و میمونیم شروع پتنوسی که چرب کرده بودیم. یک مقدار فاصله با هم دیگه بگذارید که اگه وقتی که اینا با هم کلان شد دهن دیگه نچسبه. هر دو دونه این نانا برای یک دونه سوپ ما کفایت میکنه. یک سیلبر برمیدارم و رویشون رو میپوشونیم و میمونیم همون جایی که خمیر سابق گذاشته بودیم تا که باز هم یک مقدار دیگه خمیر بیشتر برسه.
اینجا یک ظرف آب جوش دارم. داخل ظرفمون میخوایم که یک مقداری جوی میده و یک مقداری گشنیز بپزیم. گشنیز توتایی خیلی خورد گشنیز توتایی کردیم و بسیار خورد داخل سوپ میپردیم. آرام آرام سوپتون رو میکس کنید که موادتون کامل داخل آب حل شود. تا سوپ ما در جوش بیاید من یک مقداری یخنی مرغ داخل سوپمون میپردم. مواد لازمه: شیر 3 پیاله، روغن 1.5 قاشق سوپخوری، آرد ترمیده 1.5 پیاله، بیکنگ پودر 1.5 قاشق سوپخوری، خمیر مایه 1 قاشق سوپخوری، شکر 1.5 پیاله، تخم مرغ 1 عدد، گشنیز به قدر ضرورت، کنجد به قدر ضرورت، سیادانه به قدر ضرورت، جوه کوبیده شده 1.5 پیاله، یخنی مرغ 1 بسته، شیر 1 پیاله، قیماق 1.5 پیاله، مسکه به قدر ضرورت. دوست عزیز این سوپ است که بسیار زود در قوام میرسه به خاطر اینکه جوی ما میده است. خب دوست عزیز من یک مقداری مرچ سیاه داخل سوپ میپردیم. دیگه احتیاج به نمک نداریم چون یخنی ما به اندازه کافی نمک داره. تا سوپ ما قوام بیاید خود سخت کنه یک مقداری میریم در یک وقفه کوتاه خیلی زود برمیگردیم. با ما باشید و جای نروید. دوست عزیز دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه. تا اینجای کار نان ما رسیده، نان خود رو میکشیم و یک مقداری از این سفیده تخم مرغی که نگاه کرده بودیم روی نانمون میمالیم. این به خاطر ایست که شکل نان ما یک مقداری براق و خوش رنگ بیاید. اینجا کنجد دارم، یک دانه از نانا را کنجد میزنم و یک دانه دیگه نشتر سیاه دانه. یک دیگه شم میکس سیاه دانه و کنجد و دو تای دیگه شدم از جای خشکی که داشتیم داخلش میپردیم. دوستای عزیز داش ما الان داغ است، نان رو داخل داش میمونیم و تا نان ما تیار شود ادامه سوپ خوریم تکمیل میکنیم. سوپ تکمیلش میکنیم با یک مقدار شیر. جای ما فکر میکنم که پخته باشه. تا این لحظه فقط مانده که
یک مقدار شیر و قیماق بهش اضافه کنیم. قیماق در لحظه آخر میپرتیم داخلش که زیاد نجوشه داخل سوپ ما. یک مقدار خیلی کم از مسکه که داشتیم هم داخل سوپ میپرتیم، به این بخاطر طعم بیشتر و بهترش است. خب دوستای ما، تا این مرحله سوپ ما تیار است. فقط مانده که قیماق بهش اضافه کنیم. دوباره سوپ ما در جوش آمد. نیمه بیشتر قیماق رو میپرتیم و یک مقدارش رو برای دیزاین نانمان میمانیم. خب قیماق هم خوب داخل سوپ خودش رو حل کرد، چیزی نمونده در تیار شدن سوپ ما. دوست عزیز، سوپ ما قوام رسیده، وقتش است که سوپ خود را بکشیم. اگر دوست داشتید میتونید از قیماق برای دیزاین روی سوپتون استفاده کنید، ولی من امروز میخوام که سوپم ساده باشه. فقط یک دو بلگگ گشنیز برای دکوریشن روی سوپمون استفاده میکنم. خب نانای ما خود جور کردن. خب. یک مقدار از اون قیماقی که مانده بودیم کنار برمیداریم. کار ما با نانا خلاص است. این از سوپی که دارتون دریا کردیم. خب دوست عزیز، امروز من از موادی استفاده کردم که سعی کردم چون زمستان است به خاطر گرمای بیشتر بدن از کنجد و سیاه‌دانه که هم برای مغز بسیار فایده داره و هم یکم طبیعت گرم داره استفاده کردم. روی یکی از نانای خوب از جو میده‌ای که داشتیم پرتیدیم به خاطر دکوریشن داخلیش، و این هم سوپی که از جو تیار کردیم با شیر و قیماق و مسکر. بسیار یک سوپ مقوی شده. امیدوارم که از نان و سوپی که امروز تیار کردیم براتون خوشتون آمده باشه. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما حتما شریک کنید به شماره تلفن و ایمیل آدرسی که روی صفحه تلویزیون میبینید. امیدوارم از نانی که امروز براتون تیار کردیم خوشتون آمده باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و مددکارتون باشه.